او څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ زنل راغلی ما قوای مرکز سیمه ته قوای مرکز سیمه هم ډیره نامتو او مشهوره سیمه ده ما به خاطر کرکت د چوری قنبر او جایګه اکادمی کرکت ته سوجا میرم و ما وخت کې خورد بودم ما فوتبال خوش داشتم و کرکت اکثر کلم ما علاقه مند کرکت زیاد شدم به خاطر از اول کرکت میرم ایران یک منطقه به نام شرکت وده گل آجور نما میگم مردم ما رو مام جبر بودن من خاک فروشی میکردن ما آل فیلن که فکر میکنیم یا خاک فروش هست دیگه کنم کسی به نداره کجا بری قیمتی ها یک ذره کنترل داشته باشه که مثلا گفتگاری وقتی که دلار اگر بالا بود خب بالا بود که بیخی بالا بود مثلا که اگر پایین شد چرا نرخ ها پایین نشد یعنی می چیزا رو مثلا یک از کنترل شهری و اجتماعی باید داشته باشه پرونه دی درس وای مکتب دی وای کارو پسې دی یو ډوډۍ لپاره کار دی وکي مکتب ته لاړ شي درس یې باید خوشی نه کړي د لوی او مهربانه خدای په نامه د مینې ډک سلامونه د ژمي تاوده سلامونه وړاندې کوم ټولو ګلونو لیدونکو ته ټولو هیوادوالو ته څه په هیواد کې څه د هیواد څخه بهر هر چیرې چې ژوند کوئ الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړه او خوشحاله اوسئ او د ژمي موسم شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره ترسره کړئ بیا هم خوشحاله یم چې زه فرشته زمي راغلی یم تاسو ته ښکلی راپور او ښکلی خپرونه در وړاندې کوم او څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ زه نن راغلی یم قوای مرکز سیمې ته قوای مرکز سیمه هم ډیره نامتو او مشهوره سیمه ده ډیره ګڼه ګوڼه او بیروبار هم لري او زموږ هیوادوال په دې سیمه کې په بیلابیلو غریبیو په بیلابیلو کارونو مصروف دي او نن راغلی یم چې احوال یې واخلم دا چې زموږ هیوادوال څه حال لري څه احوال لري په دې ژمي موسم کې په څه کارونه بوخت دي آیا خپل کار نه خپل مسلک نه خپل روزګار نه په دې ژمي موسم کې راضی دی او یا خیر څه خبرې لري ساتره لري څه وینا لري او ډیری به ماشومانو نه هم په دې سیمه کې خبرې اترې ولرم دا چې ماشومان نازول ماشومان سرک په سر په دې سیمه کې په څه کارونه بوخت دي څه وینا لري خبرې اترې به ماشومانو سره هم ولرم او نورو دوکاندارانو سره په دې سیمه کې چې زموږ ګران هیوادوال په بیلابیلو کارونو مصروف دي هغو سره به هم خبرې اترې ولرم تاسو هم سره مل اوسئ بیننده های عزیز دمی ساحل زیبای قوای مرکز یک برادر ناز ما که یک بایک کلان پشتکی در پشتش است یکی دای بایک چی است کجا می رفتن صحبت هایش می داشته باشیم سلام برادر عزیز سلام خواستیم تشکر سلام سلامت باشین تا روی تان طرف کامره دور بتین ببخشین خود معرفی بکنین سلام نام من ریحان است و ما می خواهیم کرکت یاد بگیریم دای بایک ما کس چیزای کرکت است کلش خو ریحان جان خوش شدم کامرات مقابل شدم خانه کجاست؟ خانه ما که در قای مرکز است. در بیکم پیش در چرای پیش قای مرکز. خب در میسا هست؟ بله. باشن در میسا هم هستی؟ بله. خب ریحان جان کجا میرین به خاطر یاد گرفتن کرکت و چی باعث شد که علاقه مند کرکت شدین؟ من به خاطر کرکت در چرای قنبر و جایگه اکادمی کرکت از سوجا میرم و من وقتی که خورد بودم من فوتبال خوش داشتم.
و کرکت اکثر که ما علاقه مند کرکت زیاد شدم با خاطر از اول کرکت میرم. خب چند ساله بودی که فوتبال میکردی؟ البته علاقه مند ورزش فوتبال بودی و چند ساله بودی که یک بارگی خواستی کرکت یاد بگیری؟ ما خورد بودم یک طرف 6 ساله 7 ساله بودم فوتبال میکردم. وقتی که کرکت متوجه شدم و خوشم آمد اش بودم که شوقی علاقه مند کرکت شدم. بعد از او کرکت شروع کردم. 2 سال میشه کرکت میرم. ماشاءالله ماشاءالله، یعنی 2 سال میشه که کرکت یعنی علاقه مندش هستی، آغاز کردی و میخوای یاد بگیری؟ بله بله. بسیار خوب. باز دمی بازیکنای کرکت علاقه مند کدام هستی؟ من زیاد علاقه مند کلشان هستم. خواهم راشد زیاد خوش دارم. راشد هم مگی راشد زیادتر. خب زنده باشن، سلامت باشن راشد جان، همچنان موفق باشه و خودت همچنان. و الگویت کی را قرار دادی؟ من الگویم راشد را قرار دادیم. من اونمو قسم بال اکشن کلش از اون. خب یعنی الگویت هم راشد خان است. انشالله که اما تو راشد خان دوم شوی. انشالله. انشالله. سلامت باشی. ریحان جان درس میخوانی؟ مکتب میری؟ بله. چند هستی؟ 7. نام خدا. در کدام مکتب هستی؟ من در مکتب اماد. بسیار خوب. یعنی در مضامین مکتب در کدام مضامین بیشتر لایق هستی و چندم نمره هستی؟ من در مضامین مکتب در کلش در کوشش میکنم که نمره خوب بگیرم. اما در دری پشتو در این مضمون ها زیاد خوب هستم، ریاضی. و من در مکتب اول نمره هستم. دستم. خخ ډیر خاوال نمره ای او ماشاءالله ماشاءالله د کوم ځای زه د پکتیا پکتیا ای ماشاءالله پکتیا والی رو او منګه احمدی او دازر یو خخ ډیر خو ریحان جانا ستاسو کورنۍ په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نور څوک مینوال دي د کرکټ منګه کورنۍ کې چې دا نو پلار مې کاکا مې ټول کرکټ ګوري منګه قوم را ټول کرکټ ډیر خوښيږي او زمانور د اماده من کاکا د من دی او چې ډیر ټول کرکټ کوي وسته یو کرکټ کوي هغه هم تاسو سره تاسو سره عزیز د کوي یا کته یوازې زی نه هغه ما سره دی او دوه ما زمن می دی او یو کاکا زم چې ما سره عزیز د کوي کرکټ ها ډیر ښه سلامات اوسې ریحان جان ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره مقابل شوم تاسو خبرې تر می درلوده سو وینا لري او څو وختونه لري زما سو وینا خاص اند خو دا وینا لرم چې وطن ما باد شي ان شاء الله پاینده کې څه پلان لري چې سکاره شي ان شاء الله د خیر سره زه ما ډاکټری ډیره خوښیږي نو غواړم ډاکټرم شم کرکټ سره ها په دې څنګه کې چې یو مشهوره د کرکټ لوبغاړی شي نو په څنګه کې غواړي چې ډاکټر هم شي او ان شاء الله چې خپل مخ ته ورسیږي تل خوشاله بد او سوکاله اوسې بریا د غواړم ریحان جانه د آخري پیغام دسته ده ما آخري پیغام هم دا دی چې دا نو هر څوک شي دی وطن کې دا وطن تنه دونه غواړم آباد شي بس چې یعنی داسې یو ملک چې پکې داسې غریب نه وي نو ټول پیسه دار یو آرام ژوند ولري ټول پیسه دار شتمن دي او یو بل ته احتیاج نه خو خوشاله ژوند ولري او ځان یو زیته ورسي ډیره مننه ډیر ښکلی پیغام مو درلودو تاسو نه ریحان جانه بیا هم درته بریا غواړم خوشاله اوسې من خدای په خیر لاړ شي سلامت اوسې ریحان جانو چې د همدې سیمې اوسیدونکو ماشاءالله ډیر ښکلی ورور ډیر ښکلی ماشوم او ډیر با استعداد ماشومو چې هم په مکتب کې وم صنف کې او هم په مکتب کې په ټولو مضمونونو کې لایق او هم تر څنګه غوښته چې د کرکټ تمرین وکړي چې تر څو زده شي او د کرکټ لوبغاړو کې هم د راشد خان مینوالو او پاینده کې هم غوښته چې دویم راشد خان شي نو هیله منده یم چې ټول هیوادوال هم د سیاسه وکړي هم د سه هلې ځلې وکړي تر څو چې یو ځای ته ورسیږي او ټول هیوادوال هم د سه خوشحاله سوکاله وي او زه به لاړه شم وګورم چې نور هیوادوال په څه کارونه بوختي او څه وینا لري تاسو یو څو تصویرونه د دې سیمې وګورئ علیکم السلام سیادمند باشین خوش آمدین شما خوب هستین دیگه کل همکارایتان همه دوستا جور هست انشالله سیادمند باشین خیر ببینید ما به حسابی که شهرت همین جا خب مثلا کاکا معروف یعنی عبدالمعروف حیدری تخلصی من است ولی مثلا یعنی میجا
مایده مایده این روز رو گذران کرده دیم و طلاق مایده کار بار کرده هستیم دیگه. تقریبا یک 7 سال میشه یا 7 سال 8 سال این خانه میشه که فعال است سیم. از یک زمان روغن زغیر قابلیت داریم میجا. مقصد مثلا این مردم بلد شده یک پردهداری کرده ششتیم دیگه توکل به خدا دیگه. وقتای سابق که یک زمان خوب بود ولی در وقتی ما را مقصد یک چاره سازی میکنه دیگه. توکل به الله دیگه چیزی که نصیب و قسمت خداوند کرده باشه اون میشه. این خو بستگی به این داره که هر چیزی حاصل هر چیزی با کیفیت باشه ولی مثلا هتل در کابل زیاد است. مثلا از 4000 هتل زیاد است کابل. مون تا این طریق حساب است که قابلی و یا مثلا هر چیزی که ویژگی پیدا میکنه از چیزی خاص خود پیدا میکنه. از ما که هست ما خو از ولایت سمنگان شریف هستیم زیب. یعنی مثلا گفتگان روغن کنجید و زغیر که هسته طبق معمول در کل جای دیگه ریاج هسته که یک ذره رولش بالا است هر کسی که اونجا خبر شوه میره ما میره میجه روغن یا کنجید و زغیر از اول که همین تو کار کردیم اگر نه این غرفه و این کار دیگه بسیار مشکل است چلاندنش خود چلاندن بسیار مشکل در این شرایط بسیار 6-7 نفر کارگر کرای دوکان از اون با بالا مالیه و تکس همه چیز هست و مثلا خدای جانان یعنی مقدر ما را چلانده از همون چیزی اصلی ما از چیزی با کیفیتی ما مثلا گفتگانی که تا حالی را که همون روزی که افتتاح کردیم چیزی کم حاصل ندادیم و نمو روغن کنجید و زغیر است که مردم یک دفعه بلد شده شکر الحمدلله و نمو چیزی که نصیب و قسمت باشه اول خود خدا تعیین میکنه میونم اون چیزی خدا میخوره با کیفیت خوشم شده ان شاء الله تا حالی را خود رفته یعنی میرخم یک تیر میشه با قلب خدا دیگه امی تایمی چاشت که است گرچه خود در این سایه چیزم نان داریم در چاره قوی مرکز این منطقه هم مثلا روستون تا نجیب زهرا و ایستون تا نساراد و اینجا هم نان میتیم دیگه باز از اکثری نانخوری ما که هست از درود است بلد شده مثلا می فکر بکنه از ارزان قیمت هم اینجا میه دیگه نان خوردن از لیسه مریم میه تو مشتری داریم که میه اینجا نان خوردن اونا مثلا گفتگانی که خو هر کس یک چیز دیده میاد دیگه یک چیزی کیفیت یا نظافت نزاکت همه چیز باید مراحت شوه خود به خودم میشه میچلن ولی مثلا گفتی گوین این چیزا را که مراحت نکدی ولی که بیخی هتل مجلل هم باشه چلاندن بسیار مشکل است هتل خود به ساده نیست که یک دوکان خوراک فروشی وج باشه هتل بسیار اولتر مثلا گفتی گونی که در هتل نظافت است دوم مثلا نزاکت اخلاق است سوم یک غذای صحیح که بیتی هیچ کدام مشکل نیست اما وطنای ما که هست در نانی افغانستان خود سطح دنیا میبینی که مرهج است و رول بالای خود داشته شکر الحمدلله یعنی زمین از هر فردشان خوش هستیم مقصد از دردست است دیگه چاشت که میه از دردست میه کسایی که بلد شده حسابی از لیاز قابلی داریم از روغنی کنجد و زغیر پاچه پلو داریم ملونگ پلو داریم پاچه داریم یعنی جگر و مغز داریم مثلا از کبابا انوایشه داریم مثلا گفتگان شکر الحمدلله پردهداری کرده رفته رای سیم بیده توکل به خود خو اصل خود در نام یه قابلی از ما که هست مشهور است یعنی می قابلی که از اول همین بودیم اول همین قابلی را داشتیم پاچپر و قابلی را کل اگه شاید مثلا گفته گوانیم تصویر رو میرم ببینم میفهمه ولی از همون طریق باز شکر الحمدلله اول خود عطای کوره نداشتیم یک دو سی سال پیش نداشتیم در اون چیزا هیچ نیازم نبود از همینجا که شروع کردیم میده میده کلش شکر الحمدلله بوده هر چی که میه شوره قابلی است ولی پیامی آخری ممی است که مثلا گفتگانی که اول تر خداوند سول و سر تا سری را در کلی ما شما نصیب بگردانه پروردگاری عالم عالمیان مثلا گفتگانی همی اماراتی های مام که ولی مثلا مشران کلانش هم که میشنوه عادی اقل گفتگانی قد ملت خود تحمل داشته باشه قد ملت خود که تحمل داشته فکر بکن که دنیا به مقابلشان به زانو تحمل میکنه ولی مثلا گفتگانی یک مثلا از قیمتی ها یک ذره کنترل داشته باشه که اینه مثلا گفتگانی وقتی که دلار اگر بالا بود خب بالا بود که بیخی بالا بود مثلا که اگر پایین شد چرا نرخ ها پایین نشد یعنی می چیزا رو مثلا از کنترل شهری و اجتماعی باید داشته باشه ولی مثلا گفتگانی که زیادتر همی آدم افسرده میشه که مثلا امنیت شکر الحمدلله هست یگانه ترین که شوها در رسانه ها که میبینیم ما نامبد کلی زبان سر زبان کلی دنیا هستیم بخاطر همین قدر بکنه قد ملت خود تعامل کنم از مکتب و از پهنتون های خود مثلا گفتگان کوشش بکنه که ایره ایلا کنه هیچ وقت یک عالم نمیتونه یک تیاره را پرواز بیته هیچ وقت مثلا گفته یگان یک والی جای یک انجینر گرفته نمیتونه جای یک پیلوت گرفته نمیتونه ایره پروردگار ما خو یک
یک قشری غریبی جامعه هستیم که از امیزی سردمدارای خود همی خواهش میکنیم که دنیا در سیل ما و شماست. هیچ وقت دنیا خوش نیست که افغانستان آباد شود، هیچ وقت خوش نیست. ولی مثلاً گفتگانی که نمی قشری طبقه اوناس ممکن است نسبی از پیکر جامعه است. پروردگار عالمیان هم یارم بونه که حداقل یک درس بخونه، تعلیم بکنه که حداقل ما یک روز در قابله نیاز داریم امیر بوری با پاکستان بریم، امی وقتی در قابله نیاز داشته باشیم امور ببریم مثلا در پیش یک مرد ببریم. یعنی می چیزا را مثلا گفتگان از امیرالمومنین صاحب می خواهش داریم پروردگار اگر می تصویر ما را ببینه یا مثلا گفتگان صدای بیچاره و غریب میشنوه خود امی تحمل قد ملت خود کرد بفهم که دنیا با فرق به این تحمل میکنه. یعنی من خدا گفتنی ما بود. از شما هم یک تشکر یک جان. فقیر مماد هستم. 48 سندم هست. از پانشیر فراج. ما فعلا قابلی داریم، پلو داریم، مایچه داریم، ملانگ داریم، کباب مرغ داریم، کباب جگر داریم، کباب تکه داریم، کباب شامی داریم. و برنج ما هم کنجد پلو هست. فعلا دیگه د مشور فعلا کوم کنجد پلو منشور از دیگه به خاطر از اینکه مردم فشارش بالا است، کنجد پلو واقعا فشار بالا خوب است، کسی رو بدگل از تو آزار نمیکنه. ما خودم دیگه بدگل اصلا بدگل ای سالگی به طرف نمی خونه که بدگل این طرف و طرف یاد گرفته می سوبرو سوبرو تو آشپزی و کبابی گری نمی یاد گرفته، کسی دیگه ما رو یاد نداد که ما رو کسی یاد داده باشه. از خودم به خاطر نه مشکل دیگه است که وقتی که آدم مسافرت برد مسافرت باز هر کار یاد میگیره، وقتی که در خونه کسی نباشه مجبور مکلف واسه که بدر گل یا با خواهر یا با برادر کلون باشی باید دیک کنی کاسه کنی دونوم زمون یاد میگیری. دیگه نیست که بدر گل مادر تو یاد بده بگه بچه می تو بکو این پیاده تو بکو روغن تو بکو، این مشکلی نداره. بس کار راحت آسانه. در ایران یک منطقه به نام شرکت بدر گل آژورنما میگم مردم ما رو مام جبر بودن من خاک فروشی میکردن. ما آل فعلا که فکر میکنیم یک خاک فروش هست دیگه کنم کسی نداره کجا بری یک شغل ریاد بگیری به ما 13 سال در ایران بودم بی فایده. اگه ما 13 سال در کشورم یک بدر گل شرکت می بود که بدر بود سازی می بود شرکت بدر نختابی می بود که ما دو کار میکردم امروز یک چند نفر دیگه هم دبره من بدر گل نفع خدا می برد. ولی دیگه اونجا گرفتیم در مسافره دیش فایده نداره کن کشور بدر گل فقیر و بیچاره از مردم آواره بیچاره میکنم بس. فعلا شکر خدا خو فعلا خوب است اینکه بدر گل مردم بدر گل ماش نداره پیسه نداره امکانات دست مردم نیست، مردم فقیر و بیچاره از دیگه. وقتی من صدر بداشته باشم من این صدر بره بیم نون بخورم و ببرم در خونه بدر گل چهار تانو ماش مردم داشته باشه کار باشه آزاد مردم کار بکنه. ولی یو خوب بدن گل کل مردم بیچاره و آواره شده از کجا بخوره منون امال استاد 11 اونی مجد سه نفر فعلا داده کنم بدن گل نون خور نیست. بهترین نون دارم بهترین غذا رو دارم ولی بدن گل کسی بدن گل درک نداره که بدن گل داخل شده به نون بخور. همین تایم بدن گل این چاش یک جلکک می باشه دیگه در چای صبح هم مردم مقدر توانایی نداره بیچاره بدن گل جیب خالی چیز خورده میشه تایم مال در جیب چیز نباشه خونه بر چیز برده میتونی مشکل اینی میاد که بدگو جیب مردم خالیه. از ما تا هشت هشتونی و جواد بود از قایم میکنه میریم خونه. اهمیت شکر خدا و به طرف اهمیت خوب است. اهمیت ما مشکلی نداره میاد نداره اهمیت بدر گل خیر ببینن خدا خیرشون بده. فقط فعلا اهمیت ما خوبه گپ مشکلی نداریم در اهمیت. خو نه خلق وسایل نداشته باشم خچه بکنم دیگه خو مجبور هستم یک لقمه اینجا کار میکنم میبرم مزن بچه دیگه مگه در موتر برم ساده برای کرای موتر بودم بخور چه بود. دالو دلته زمونږ یو ګران ورور د پام دې سیمه کې د چې څه مصروفیت لري په دې سیمه کې او په څه کاروبار بوخت دی دا خپل ژبې نه واورو. سلام وروره. وعلیکم السلام. ډېر ښه. نوم دې څه دی؟ عبیدالله. عبیدالله څنګه یې؟ ښه یم شکر. عبیدالله په دې سیمه کې په څه کارونه بوخت یې؟ دلته دا کاټر پالش دا شیان کوو دا موټر ته دا کاټر داغونه هر شیان پاکو. ها ها ډېر ښه. کور مو چیرې دی؟ دانی باغ کې. و کور مو خپل دی؟ نه کرایي. ها پلار جان چیرې دی؟ پلار مې ټاپې خرڅوي په هغه کې اډې مزار کې. ها اډې مزار کې کار کوي. او ورونه لرې؟ و مشر ورور د څو کلن دی؟ مشر ورور مې 14 کلن. هغه څه کار کوي؟ هغه هوټل کې شاګرد ده.
هغه موټل کې شاګرد دی، پلار د مصروفیت لري خپله. بس څنګه د ژوند څنګه تیریږي؟ ژمی څنګه تیر شو؟ څنګه یاست؟ ښه تیر شو. نام خدا درې واړه څه کار وکړو، هر شی راوړو کاله ته. هو ښه. د کوم ځای یاست؟ د قرهباغ. د قرهباغ د شمالي؟ هو. هلته په شمالي کې په قرهباغ کې شی لرئ؟ مثلا ځمکې، انګور باغ، ونې لرئ؟ هو. بیا کله کله ځئ؟ واره قرهباغ ته. هو هو. ښه. انګور باغ لرئ؟ هو هو. ښه، ډېر ښه. قرهباغ ښه ځای دی که د کابل ښار؟ دواړه ښه ځای دی. بیا دواړه ښه ځای دی. خو قرهباغ هم خو د کابل جان ولایت یو ولسوالي ده، ډېر شین ځای دی، ښه آب هوا لري، په خصوص نو په اوړي کې داسې ښایسته فضا لري، ښه آب هوا لري. او کابل جان هم خو د کابل ښار هم داسې ګڼه ګوڼه ډېره ده، بیروبار ډېر دی، کاروبار پکې ډېر دی نسبت به قرهباغ. هلته کور لرئ؟ هو. ښه ښه. څو ورونه استئ؟ شپږ ورونه. ماشاءالله. دا نور ورونه دي کوچني دي، څه کار کوي؟ هغه کوچني دي، کاله کې دي، مدرسې ته ځي. ډېر ښه. خپله نه ځي؟ خپله خوم ځمه، خو مازدیګري ځمه. مازدیګر ځي؟ هو. مازدیګر ټایم کې مدرسې ته ځي؟ هو. په کوم ټایم کې مکتب ته ځي؟ په کوم هغه اوه بجې ځو او لس بجې مکتب نه راځو. نو اوس رخصتي ده که نه؟ په څوم صنف کې؟ په دوام کې. په درېیم کې کېږو. د نیمې کال کې درېیم صنف ته ځي؟ ماشاءالله ماشاءالله. تل خوشاله، آباد او سوکاله لره، کامیاب اوسئ. ښه، همدا اوس همدا شیبه ګرانو لیدونکو ته څه ډالۍ لرې، څه تحفه لرې، څه دې په ذهن کې کوم ترانه، کوم ټپۍ، کوم سورت څه شته؟ چې به نه وایم، خو چې مې نه دي ویلي نو. ښه، همدا اوس مهال دې څه شی په ذهن کې نشته؟ نه. ډېره مننه ګرانه وروره. څه غوښتنه لرې، څه پیغام لرې؟ هېڅ پیغام نه لرم. دا پرونه دې درس ووایي، مکتب دې ووایي، کارو پسې دې یوه ډوډۍ لپاره کار دې وکړي، مکتب ته لاړ شي، درس دې باید خوشي نه کړي. ماشاءالله ماشاءالله. همداسې چې ته کار کوې، تر څنګ یې مدرسې ته هم ځې، یو ټایم مکتب هم وایي، درس هم وایي. همداسې ټول باید، ټول هېوادوال که غریب دي، که غریب کاری کوي، تر څنګ یې مکتب ته، مدرسې ته هم لاړ شي. ماشاءالله ماشاءالله. ډېر ښکلی پیغام دې درلود. تل خوشحاله، آباد او سوکاله اوسې. بریا دې غواړمه ګرانه وروره. په خیر لاړ شي. مننه. په کار کې دې برکت. زمونږ ګران ورورو چې خبرې اترې مو ورسره لرلې، ماشاءالله ډېر باجراته، با استعداده، لایق هلک و، چې هم مدرسې ته تر یو ټایم، یو ټایم هم مکتب ته، او نور غریبي کوي، همدې سړک په سر ماشوم دی. زما خو ډېر خوښ شو. انشاءالله چې ټول ماشومان دې همداسې خدای تل آباد سوکاله ولري، چې همداسې توانایي په وجود کې، چې هم وکولی شي کار وکړي، و مړې ډوډۍ ترلاسه کړي، هم وکولی شي چې مدرسې ته ولاړ شي، هم وکولی شي چې خپل مکتب تعقیب کړي او خپل درسونو ته دوام ورکړي. نو ډېره مننه زموږ د ګران ورور نه، همدارنګه ټول هېوادوالو نه، تاسو نه هم، چې تر دې دمه هم خپرونه هم وکتله، او هیله منده یم چې خپرونه هم خوښه شوې اوسي. نو دا نننۍ خپرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، هیله ده چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې اوسي. تر بلې خپرونه چې بیا هم زه فرشته عظیمي ستاسو په درانه شو پاړ کې حاضر کېږم، تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم. تل خوشحاله، آباد او سوکاله اوسئ. الله مو مل شه.